شیر بیشه ادب ایران. آنان او که این همه نام و نشان از اوست، گلبانگ عشق بر لب کروبیان از اوست، آن هستی آفرین که دل از هست و نیست برد، آن دلبری که مستی جان جهان از اوست. درود و احترام و سلام و ارادت و تبریک و شادباش حضور یکایک شما گرامیان و سپاس فراوان از دوست و بزرگوار جناب مفتون و همینطور استاد دکتر ایزدی و سایر گرامیان مدیران و مسئولان این انجمن. چندی پیش که افتخار داشتم در همدان دو روز رو بکرمند آرامگاه زندگیات مفتون رو در کنار بابا طاهر زیارت کردم و اونجا با اون بهانه برای این بزرگوار از خداوند تقاضای تداوم توفیق رو کردم و استدام میکنم به افتخار عزیزان که وقت گرامیشون رو یک ماه می‌گذارم تا شما عزیزان بهره بری دستی افتخار می‌شود. اما بسیار ممنونم از دوست بزرگوارم جناب دکتر کریمی که شاهد فرمودن یک از سرودهای من و خب این بزرگواری و شاگرد نوازی ایشون رو میرسونه. هم بسیار از ایشون را سرکار کنم سپاس گذارم. اما بارها عرض کردم شاید این ویژگی خوبی نباشه، ولی به هر حال ویژگی رو دارم که تلاشم این است که به روز باشم و آنچه به روز میگذرد اشاره بهش داشته باشیم تا جایی که ممکن باشه و انجمنها خدای ناخواسته چشم زخمی نزد. من سروده که امروز تقدیمتون میکنم از روی درد و رنج و همدلی با شما گرامیانه، چرا که شنیده شد متاسفانه از یک رسانه رسمی کشور که اهالی بهشت با عربی حرف بزنند، با خدا هم با اونا با عربی حرف بزنند. من متاسفم، فقط با یک جمله شعر متقدم میکنم، فقط به این جمله عنایت بفرمایید. این انگشت ها در این بخش به هم متصلند، اول فاصله کمتر از یک سانته، ولی اگر همین میزان ادامه پیدا کنه تمام قاره آفریقا و آمریکا توش قرار میگیره. چاپلوسی و حماقت اگر از اول جلوش گرفته نشده به اینجا میرسیم که کسی خیال میتونه خدا زبون داره. اصلا این حماقت منته، من واژه حماقت رو کار میبرم، چون خدا الهام میکنه، الهام غیر از سخن. این آدم ایشون این اندازه روش نرسیده من نمیدونم. میگه بعدم موضوع تلویزیون میگه چه خب الحمدلله من عربی بلدم. من احترام کامل دارم به هر انسان روی خور زمین، فارسی، عربی، انگلیسی، ترکی، چینی، ژاپنی، فقط هیچ تفاوتی بین انسان ها نیست، هیچ برتری بین انسانی و انسان دیگر نیست. این اول. دوم، همونطور که استاد بزرگوار اشاره فرمودن ما مسلمانیم، من اون شعر که الان تقدیمتون میکنم از روی نیست عربی رو نمیفهمم یا بدم میاد، نه،
من اگر دیوان شعرام رو عزیزان دیده باشم، اون دیوانی که 16 سال پیش چاپ شده و خوشبختانه دیگر اجازه چاپ شعر رو ندادن، در اونجا دیدن دوستان و هست که شعر عربی رو به شعر فارسی ترجمه کردن. کمتر کسی داره ادعا میکنم و پایشان باید بسن شعر عربی رو به شعر فارسی ترجمه کردن. چرا؟ چون هم حوزه دست خوندن هم دانشگاه. البته خاک بر سر هر دوشون اگر توش عشق نباشه، چون عشق رو کار من شعر رو بنده میکنن و خاک پای همه ایرانیان هستن، به ویژه ایرانیانی که خوزی هستن و به زبان عربی سخن میگوین، که میدانن که خودشون هم میدانن ایرانی هستند نه عرب. و اینجا سخن هست این تند روی های عرب ایرانیان هست. دکتر با شبه حافظ قرآن هستند. خدا شکر ممنون. مرا به قعر جهنم ببر خدا های عرب. ببخشید من آبای موبایل هم دلم بخواه خاموش کنم، ولی شنیدید که سلط عجمند ایران لحمشتون ایرانی بودن هم اتفاق کنم. مرا به قعر جهنم ببر خدا های عرب، به شرط آن که نیاید در آن صدای عرب. مرا بهشت چه حاجت، مرا بهشت چه حاجت که زاده عشقم بهشت حوری و گلمان بود سزای عرب. هزار ننگ تو را باد، هزار ننگ تو را باد گر نمی فهمی به جز کلام پر از قهر و انحنای عرب. خدای من همه عشق است بی‌نیاز کلام، دم خدا که همین سر دهد سرای عرب. خدای عشق و محبت که خانه‌اش در ماست، نه مبتلای الفبا و مبتلای عرب. اشد و کفر و نفاقا مگر من گفته ای توست، از خود قرآن رو از اعراب اشد و کفر و نفاقا، عرب ها از جهت کفر و نفاق از همه عالم بهتر. این آیه قرآن هست، این آیه قرآن اشد و کفر و نفاقا مگر من گفته ای توست، چه می کنم نفهمان بسی سنای عرب. قصافت عربی نیست در خور تکذیب، مگر دروغ بود اصل کربلای عرب. شعار عفو و پیام برادری می داد که جاگره به ده تیش مصطفی عرب. اگر سرود عدالت نبود و عشق خدا، نمی سرود قلم مدح مرتضای عرب. اگر سرود عدالت نبود و عشق خدا، نمی سرود قلم مدح مرتضای عرب. فساد منبر و ساسانیان به باد انداد، وگر نه فر اسورا کجا ولای عرب. فساد منبر و ساسانیان به باد انداد، قدرت فقط قدرت
فساد موبد و ساسانیان به بادم دار، وگرنه سر احورا کجا ولای عرب، بر آستان زرتشت می نهم سر جان، نه بهشت که باشد به زیر پای عرب. بهشت من سخن پرتوان فردوسی است که نیست در سخنش رنگ اجنای عرب. به دوستان و گلستان جناب دوربش که همه رو تکلیف کرد و چقدر عالی، به بوستان و گلستان بهشت جاویده است، بهشت رشد بشر نیستشان سرای عرب. بهشت من سخن حافظ خوشالهام است، کلام پخته کجا شرح قصه‌های عرب. سخن ز مثنوی معنوی بگو ای دوست، که شادمان بهشتیست بی عذاب عرب. بهشت نقد جهان در رباب خیام هزار بار به اسباب بی صفای عرب. کلام گاندی و شعر هوگو شرف دارد بر آن سخن که برآید ز ادعای عرب. مرا به چشم مبین ای خدای کوچک خام، به جرم آن که ندانستم بهای عرب. اگر که این دو بیت آخر حرف اصلیست، اگر که عرب رفته بود، ببخشید اینجا یک کلمه اضافیش باید روزش کنم، این کاش میتونستم نشون بدم به استاد این شعر امروز 27/8 این قسمت آخر یک واژه اضافه بدم. اگر چه رفته بود عرب از سرای پاک امید، اگر رفته بود نمی‌سرود چنین شعر از جفای عرب. خدای من که خدای دلی، به عشق قسم که خاک که میهنم که میهنم ببخشید که میهنم برهانی تو از بلای عرب.